با درود به دوستان عزیز، امیدوارم حال خوب و خوشی داشته باشید و روزگار بر وفق مرادتون باشه. دوستان عزیز، ممنون که کانال یوتیوب دلتا مدیا رو همراهی میکنید. لطفا لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. دوستان عزیز، میخواییم راجع به مهاجرت تحصیلی و روند پذیرش در دانشگاه ها براتون صحبت بکنیم. اولین قدم برای پذیرش تحصیلی توجه به ددلاین دانشگاه ها هستش. اصلا ددلاین چی هستش؟ ببینید دوستان، دانشگاه ها برای اینکه بتونن برنامه ریزی و گزینش ها رو به درستی و به موقع انجام بدن باید زمان داشته باشن. شما در پروسه ثبت نام دانشگاه همیشه دو تا مرحله رو پیش رو دارید. یکی مرحله پذیرش هست و یکی مرحله ثبت نام. حالا این ددلاین که میگن اصلا ددلاین چیه؟ ددلاین یعنی آخرین مهلت ارائه درخواست پذیرش و ارسال مدارک شما به دانشگاه هستش. یعنی برای دانشگاه فرقی نداره شما کی تصمیم به ارسال مدارکتون میکنید یا اینکه پست از ایران تا دانشگاهی که مد نظرتون هست چقدر زمان میبره که مدرک شما رو به دانشگاه مد نظرتون تحویل میده. شما باید حتما قبل از تاریخ تعیین شده که توسط دانشگاه در نظر گرفته شده که بهش میگن ددلاین، مدارک خودتون رو به دست مرکز یا دانشگاه برسونید و بعد از اون تاریخ دیگه پذیرفته نیست اگر مدارکتون رو بخواید بعد از اون تاریخ بفرستید. معمولا دانشگاه ها مدارک رو بعد از ددلاین شروع به بررسی میکنن و جواب پذیرش شما رو بعد از اون تاریخ به شما اعلام میکنن. شما توی این دوره مثلا حدود یک ماه و نیم مهلت دارید درخواست خودتون رو ثبت کنید و ارسال کنید. اینکه شروع ثبت نام ها کی باز میشه و برای هر دانشگاه تقریبا این شروع ثبت نام ها متفاوته که باید بررسی بکنید. مرحله دوم بعد از پذیرش هست و موقع ثبت نام دانشگاه. بعد از اینکه شما جواب پذیرشتون رو گرفتید و درخواست ویزا کردید و وارد خاک مد نظرتون یا کشور مد نظرتون شدید، تو تاریخ ثبت نام که تو پذیرشتون خورده باید ثبت نام دوم و اصلی رو اونجا بدید. به طور نرمال مرحله اول از کشور مبدا میتونید انجام بدید و برای مرحله دوم باید در دانشگاه حتما حضور داشته باشید. اصلا چند تا ددلاین داریم برای پذیرش گرفتن؟ به طور کلی ما دو تا ددلاین داریم که یکیش توی بهاره و یکیش توی پاییزه. خیلی مهمه که به این نکات دقت بکنید. به طور کلی هر ددلاینی برای هر مقطع و هر دانشگاه و هر کشوری متفاوت هستش. بنابراین باید سایت دانشگاه رو خیلی خوب چک کنید. اما اگر استثناها رو در نظر نگیریم، یک حرف کلی هست که میگن 3-4 ماه قبل باید شروع کنید به درخواست پذیرشتون. اگر ترم بهار مد نظرتون هستش، میشه گفت اواخر ژانویه معادل بهمن و دی ما هستش که میتونید اون موقع برای دانشگاه ها اقدام بکنید که ددلاین دانشگاه ها تقریبا اواخر میشه گفت از بهمن شروع بشه دیگه میرسه به اواخر مثلا بهمن، گاهی وقتا هم تا مثلا اسفند کشیده میشه. اما برای ترم پاییز اگه مد نظرتون باشه، میشه گفت از سپتامبر و اکتبر شما در نظر بگیرید که میشه معادل مهر ماه و شهریور ماه ما در ایران. شما در اصل برای مکاتبه باید رزومه نرمالی داشته باشید، مثلا مقاله داشته باشید. دقت کنید که امکان داره شما پایان نامتون هنوز اوکی نشده باشه اما مقالات خوبی دارید و میشه باهاش مکاتبه رو استارت بزنید. اما بعضی وقتا شما مقاله اصلیتون همونی هستش که از پایان نامه خارج میشه و کلن مقاله خاص دیگه ای ندارید، طبیعتا شاید نتونید از مکاتبه جواب مثبت بگیرید.
که میتونید بعد از تموم کردن پایان نامه و سابمیت مقاله استارت رو بزنید. یه پیشنهاد دیگه هم هست که میگم کلن خیلی زود باید با اساتید استارت مکاتبه رو نزنید، چون نگه داشتنشون میتونه سخت باشه و خیلی نکات دیگه. اینها در کل تعریف کلی ددلاین بودن. ددلاین رو اگر بخوایم به صورت جزئی براتون تعریف بکنیم، در سه بخش دسته‌بندی میکنیم. ددلاین که میشه ضرب العجل دانشگاه ها، به معنی آخرین فرصت و تاریخ هستش که میتونید فرم اپلیکیشن آنلاین دانشگاه رو ارائه جهت بررسی سابمیت بهتون ارائه بدید. بعد از این تاریخ صفحه فرم آنلاین بسته میشه و دیگه امکان اپلای برای اون ترم دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین تا اعلام ددلاین بعدی برای ترم بعد، مثلا 3 ماه دیگه، بایستی منتظر بمونید. پس برای اینکه بتونید در مرداد و شهریور جهت ادامه تحصیل به آمریکا یا کانادا یا سایر کشورها سفر کنید، لازمه به ددلاین های مربوط به ترم پاییز اون دانشگاه ها و اون کشورهایی که مد نظرتون هستش حتما توجه بکنید. در تعریف بخش دومش میتونیم بگیم که اصلا چه مدارکی رو باید شما ارائه بکنید. اینکه آماده کردن نمره زبان خیلی مهمه، ساب یا SOP، CV و دیگر مواردی که هنگام اپلای لازم دارید رو بایستی پیش از تاریخ ددلاین و هنگام پر کردن فرم اپلیکیشن حتما باید انجام بدید. ددلاین های ترم پاییز به دلایلی که در ادامه براتون ذکر میکنیم بسیار حائز اهمیت هستند. تاریخ ددلاین های دانشگاه آمریکا و کانادا برای ترم پاییز معمولاً از اول ماه دسامبر آغاز و تا پایان ماه فوریه ادامه دارند. دلیل اهمیت این ددلاین ها اینه که در حدود 80% ورودی های دانشگاه در مقطع فوق لیسانس یا دکترا در ترم پاییز انجام میشه و همچنین بسیاری از دانشگاه ها فقط در ترم پاییز دانشجو میپذیرند و در سایر ترم ها پذیرش دانشجو ندارند. مهمترین ددلاین های دانشگاه ها برای مقاطع فوق لیسانس که بهش میگن مستر و دکترا که بهش میگن PhD در آمریکا و کانادا به ترتیب زمانی زیر هستش. مثلا در 15 نوامبر دانشگاه ها بسیار اندکی ددلاین دارند. در 1 دسامبر اولین ددلاین مهم دانشگاه ها در آمریکا و کانادا هستش. 15 دسامبر یکی از مهمترین ددلاین ها رو دارند. در 31 دسامبر یکی از مهمترین ددلاین ها رو دوباره دارند. 1 ژانویه دوباره یک ددلاین مهم هستش. و همینطور 3 تا 5 ژانویه. 15 ژانویه بستن ددلاین دانشگاه های آمریکا و کانادا هستش و 31 ژانویه یک ددلاین مهم که در این تاریخ ددلاین بیشتر دانشگاه های مهم به پایان میرسه، دیگه ددلاینشون تموم میشه. 1 فوریه، 15 فوریه و 29 فوریه و به همین ترتیب هستش. دوستان عزیز، ممنون که ما رو همراهی کردید. ما در بخش پایانی هم یه سری میخواییم نکات کوچیکی رو براتون یادآوری کنیم که مختصر و مفید هستش که امیدوارم به دردتون بخوره. ددلاین های ذکر شده که براتون گفتیم تاریخ هاشو شامل همه ددلاین ها نیستش، بلکه تاریخ های مهمی بودن که ما براتون گفتیم. ددلاین اکثر دانشگاه‌های آمریکا از اول دسامبر آغاز میشن و تا پایان ژانویه که گفتم براتون ادامه پیدا میکنه و در مقابل ددلاین دانشگاه‌های کانادا معمولاً از ابتدای ژانویه شروع میشه و تا پایان فوریه ادامه داره. نکته دیگه که میخوام براتون بگم اینه که ددلاین هر دانشگاه
تا پایان اون روز محاسبه میشه. یعنی به عنوان مثال ددلاین 15 ژانویه در ساعت 24 روز 15 ژانویه به وقت اون ایالتی که دانشگاه در اون قرار داره به پایان میرسه، که به طور مثال برای دانشگاه هایی که در آمریکای شمالی قرار دارن برابر با ساعت 8:30 یا 11:30 صبح روز بعد، یعنی 16 ژانویه به وقت تهران میشه. توجه کنید که هر پروگرام در یک دانشگاه ددلاین مخصوص به خودشو داره و شما حتما باید با مراجعه به بخش How to Apply یا Apply Now و یا دیگر عناوین مشابه در سایت هر دانشگاه از اینکه ددلاین اون برنامه تحصیلی در چه زمانی هستش مطمئن بشید و ترجیحاً تاریخ مذکور رو ثبت کنید. در این گفته ها سعی کردیم تا یک نمای کلی و عمومی از ددلاین دانشگاه ها رو به شما ارائه بدیم تا بتونیم به شما کمکی کنیم در پروسه برنامه ریزی روند پذیرش تحصیلیتون. امیدواریم که این گفته های ما برای شما مفید باشه. اگر هر سوالی دارید لطفا برامون کامنت بذارید، ما سعی میکنیم حتما به کامنت های شما پاسخ بدیم. ممنون که کانال یوتیوب دلتا مدیا رو همراهی میکنید. لطفا کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید تا در رابطه با مطالب بیشتری براتون صحبت بکنیم که این روند مهاجرت رو خودتون یه ذره تخصص کافی رو داشته باشید که انقدر به این مؤسساتی که فقط پول میگیرن و در نهایت هم اکثرشون کاری نمیکنن براتون نرید سمتشون. ممنون که ما رو همراهی کردید. با تشکر.